سلام برادر خارای عزیز پنتیکاست خداوند به شما تبریک میگم و معمولا ما مسیحا فقط یک بار در سال پنتیکاست رو جشن نمیگیریم یا بگیم که فقط امروز ما جشن میگیریم و روح القدس میاد ما با این ایمان زندگی میکنیم هر روز پنتیکاست هر روز خداوند دنبال قلبایی هست که بتونه شعله ور کنه و همینطور اشتیاق در ما به وجود بیاره چون همینطور که رومینا گفت بدون این روح القدس قدرت روح القدس اشتیاقی که در این روح القدس برای ما هست ما نمیتونیم برحال خدا رو خدمت کنیم فراموش نکنیم ما یه کاری نمی در این دنیا که انسانی باشه ما چیزی که ما می سازیم چیزای ابدی ملکوتی الهیه به این خاطر کسی جز از روح قدس نمیتونه یک کاری یه چیزی بسازه که ابدی باشه و امروز میخوایم همینطور که رومینا گفت در مورد روح قدس در مورد این آتش روح صحبت کنیم و میخوام از همینطور خواهش میکنم یعنی ما دعا کردیم که این اشتیاق شاید در شما خاموش شده شاید یه جوری دیگه سوش شدین یا مشکل های مخ... زیادی در زندگی شما آمده که اونقدر تمرکزتون روی زندگی خوب فکوستون روی زندگی خودتون کردین که کلا میگین که ببنم ایگال وقت ندارم در مورد روال قدس فکر کنم یا در مورد آتش فکر کنم من میخوام فقط مشکل من الان در این دنیا حل بشه این مسلم این چیزهایی هست که ما بایدم این مشکلهایی که در دنیا هست حل بکنیم فقط اونجا هم خدا رو شکر میتونیم بگیم که اون پدر آسمونی به ما وعده داده گفته که من میدونم نیازهای شما رو میدونم چی بخورین چی بنوشین کجا کار کنین و از همه چی پدر آسمونی مان اطلاع داره و در متا که نوشته گفته که فقط پادشاهی خدا و عدالت رو جستجو کنین و هر چیزی که شما احتیاج داریم به شما به اضافی داده خواهد شد پس اینم یک وعده هست که پدر آسمونی ما به ما داده او میدونه در کجا هستی مشکل تو رو میدونه مشکل مالی تو رو میدونه مشکل های زن شوی تو رو میدونه مشکل های نمیدونم کار تو رو و هر قسمت هایی که شما قرار گرفتین اقامت شما رو میدونه به این خاطر میخوام تشویق کنم چون بعد از موعظه میخوایم برای شما دعا کنیم و ما هم باور میکنیم که در این, دنیا در این دعا اگه واقعا این با این قلب تشنه میایین جلو و میگین خدا من واقعا میخوام امروز یه کار موفق و طبیعی در من انجام بدی و زمانی که با ایمان میایین جلو و با این تشنگی بیایین مثل یه ف... چی میگن سپونج سپونج میگن اسفنجی که میتونی دیگه فشار دادی دیگه هیچ چیز نمونده بعد از این میندازین تو آب میتونی از این آب پر میشه خدا امروز هم دنبال این قلب هایی هست و امیدوار هستم در این موعظه خدا با شما صحبت کنه و این اشتیاق رو در شما به وجود بیاره خود یحیای تعمید دهنده در مورد همون روح القدس و آتش صحبت می کرد و در می بینیم که در نوشته که من شما رو به آب و به جهت توبه تعمید می دهم لیکن او که بعد از من بعد از من آید شما رو به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد پس اینجا خود یحیای تمایی دهنده می مکاشفه رو گرفته بود که الان کاری که من میکنم مثل اینکه آمادگی از توبه هست که توبه ها که قلبای شما آماده بشه که اون موقع عیسی مسیح که میاد با این روح القدس و آتش تعمید خواهد داد پس می بینیم که یه چیزی هست که در دل خداست در دل عیسی مسیحه و زمانیم که عیسی مسیح هم آمد و شروع کرد به خدمت کردن در لوقا باب دوازده و یه چلونو. اینجا اگر میخواین اشت... اشتیاق عیسی مسیح رو بدونید چه چیزی اشتیاق داره و اینجا می بینیم که میگه که من آمدم تا آتش در زمین افروزم پس چه میخواهم اگر الان در گرفته هست یعنی آرزوی ایساس عزیزان آرزوی ایساس که میگه که من آمدم تا آتش رو در زمین افروزم برای این آمدم این ترجمه هزار نو میگه که آمدم تا بر زمین آتش افروزم و ای کار، نه این تفسیریه و ای کاش که تاکنون تا فراخواده شده بود یعنی این در این ترجمه است که میگه که کاش همین الان اتفاق میافتاد همین الان فقط میدونست خود عیسی مسیح میدونست که باید اول بره روی صلیب باید کفاره گناهمان بشه باید دفع بشه و باید از مردگان برخیزه برخیزه و باید بره روی سعود کنه پیش پدر آسمونی در دست راست پدر باید بشینه و اون موقع هست که روح قدس رو میتونه بگیره و همینطورم هم بریزه روی قلبای ما که ما همینطور از این آتش اشتیاق خدا آتشی هست که ما رو زنده میکنه و قوی میکنه بتونیم در این دنیا بیستیم چون بدون این آتش روح قدس و این آتشی آتشی نیست که تو رو از بین میبره این آتشی هست که تو رو تقدیس میکنه پاک میکنه آزاد میکنه از هر نوع وابستگی ها از هر نوع گره ها مثل آتش پاک میکنه که واقعا خودت رو کلا سپردی باشی به عیسی مسیح و اون موقع بتونی واقعا یک شاگردی بشی که واقعا مثل یک سر سپرده همینطور که عیسی مسیح با خدا با خدای پدر زندگی میکرد ما هم بتونیم بیستیم و قبل از اینکه عیسی مسیح صعود کنه به این خاطر گفته لیکن چون روح القدس بر شما می قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود و این آیه رو به هر حال زمانی که ما ایمان آوردیم اونقدر زیاد شنیدیم شاید بعضی وقت هست که دیگه اونقدر شنیدیم دیگه آخ من میدونم دیگه چون روح القدس آمد قوت خواهم گرفت فقط یک چیزی هست که ما باید تجربه کنیم و یک چیزی هم نیست که فقط یک بار میتونه اتفاق بیفته فقط ما باید اینو رو به حال روشن نگه داریم فقط بعضی وقت هم هست که خاموش میشیم دوباره احتیاج هست که خداوند بیاد و این با این آتش این اشتیاق رو در زندگی ما به وجود بیاره چرا عیسی مسیح این اشتیاق رو داشت چرا اینجا گفته که من آمدم تا آتش در زمین افروزم پس چه میخواهم اگر الان دریافته است منظور اینه که بدون این ملکوت خدا در این دنیا ساخته نخواهد شد ما ساختمونی نمیسازیم کلیسایی نمیسازیم که انسانی باشه یک کلیسایی میسازیم که خدا خلق کرده معبد خدا خودمون هستیم چیزی که خدا خلق کرده و با هم هستیم که پادشاهی خدا رو در این زم... زم... زمین بیان می کنیم. به این خاطر عیسی مسیح در این قسمت میگه که بدون من هیچ کاری نمیتونن انجام بدی شما احتیاج به من داریم و همینطور هم زمانی که میگه که لیکن چون روح قدس آمد قوت خواهید گرفت و شاهدان من میشی شاهدان چی میشیم نه اینطوری شاهدانی که من الان عزیزان من به عیسی مسیح ایمان آوردم الان من شاهد هستم نه شاهدان منظور اینه که اف زم زمانی که از زندگی تو که زندگی میکنی از این اختداری که خداوند به تو بخشیده مشخص میشه عیسی روی تخت نشسته و سلطنت میکنه گوش میکنین عزیزان یه چیز انسانی نیست یه چیزی نیست که مربوط به منه زمانی که با قدرت روح القدس من زندگی می کنم چه قدرتی هست قدرتی از از آسمون نازل شده درسته از کجا از عیسی مسیح که روی تخت نشسته و سلطنت میکنه هیچ چیزی نمیتونه جلوش بگیره پس زمانی که این قدرت رو میگیریم شاهدان خدا من میشیم یعنی از زندگی من از این اقتداری که هست فقط نه کلامی هست که ما صحبت میکنیم درسته ما انجیل رو پخش میکنیم معایزه میکنیم فقط کلام نیست بلکه فرمان فرمان روایی اقتدار قدرت جسارت شجاعت و شخصیتی که ما رو فرو میگیره اقتداری که ما در اون زندگی میکنیم که تمام دیوها نیروهای تاریکی قدرتهای شیطانی فرار میکنن چرا؟ چون من هستم نه چون قدرت این قیامت عیسی مسیح که منو از مردگان بر برخیزانیده و همینطورم هم آتش روح القدس که در من قرار گرفته اینه که نشانه اینه که من شاهدان شا، شاهد هستم که عیسی روی تخت نشسته و سلطنت میکنه به این خاطر زمانی که پولس رو نگاه میکنیم میبینیم که پولس هم به کلیسایی که صحبت میکرد بعضی جاها میگفته من نه اومدم فقط با کلام بلکه من با قدرت آمدم و این قدرتی هست که حال اونجا قدرتی از از بالا ناظر شده که ما میتونیم با این قدرت زندگی کنیم و خوبیش اینه که قبل از اینکه عیسی مسیح هم که سعود کنه به, به آسمون پیش بدرش اونجا هم در مطابع 28 هم اینجا این معمولیت بزرگ رو به ما بخشیده چون میدونست که روح القدس خواهد آمد و چون میدونست روح القدس خواهد آمد اینجا بهش میگه که تمام قدرت در آسمون و بر زمین به من داده شده است پس رفته همه امت ها رو شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر پسر رول قدوس تعمید یابید و ایشان را تعلیم دهید که هر اموری که به شما حکم کرده هم حفظ کند و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما باشم آمین و آمین و اینو بهش میگه چون میدونه که من خواهم رفت رول قدوس خواهد آمد و اون موقع هست که شاهدان من میشیم و اون موقع هست که ماموریت بزرگ خداوند رو میتونیم انجام بدیم آمه موافق هستیم این کلام خداست این اشتیاق خداست من آمدم که همینطور که میگه که آتش در زمین افروزه من آمدم در قلبایی تک تک افرادی ایمان میارن این آتش رو روشن کنم آخ چقدر آرزو دارم زود اتفاق بیفته من معمولیت رو به اختدار یعنی به من معمولیت و اختدار داده شده هست زندگی من باید فعال باشه که بتونم در این زندگی کردن بتونم اونجا خدا رو عیسی مسیح رو که رو به تخت نشسته نمایان سازم میدونی زمانی که عیسی مسیح ما رو میفرسه اوریان نمیفرسه زمانی که زیر یعنی توی ارتش هستی ارتش دنیایی هستی این سیاست مداران به تو نمیگن برو اول نمیدونم لباس بخر لباس ارتشی بخر و همینطور برو نمیدونم تفنگ بخر این چیزا رو نمیکنن دیگه همه چی رو به اختیار ایشا میذارن درسته همه چی به اختیار چون برای اون کشور باید به جنگ زندگی خودش رو فدا کنه به این خاطر آموزش باید ببینه یه دی دیسیپلینی باید ببینه همه چیزها رو باید بدونه که بعد از اینکه زمانی که دیگه هست بتونه برای کشورش بتونه بجنگه و همینطور هم اینجا میبینیم که عیسی مسیح ما رو اوریان رو نمیفرسه برین اونجا ملکوت خودم رو بسازی بلکه میگه که این قدرت این آتش رو رو میخوام به شما ببرم آرزو دارم و اینو نمیتونم منتقل کنم با زور بلکه دنبال قلب هایی هستم که تشنه هستن هم کار ملکوت من باشم و این خاطر روح قدوسی که میاد از از ما قهرمانایی میسازه که این داستان رو همینطور میبینیم زمانی که در مورد اقتدار صحبت میکنم شاهدان من یک شاهد همطور میبینه که در اعمال رسولان همینطور از باب یکی اونجا گفته از باب دو که روح القدس آمد از این شاگردان عیسی مسیح چه قهرمانایی ساخته شد و همینطور هم زمانی که الان نه فقط روح القدس آمد شروع کرد به بشارت دادن بلکه زمانی که شروع کردن به زندگی کردن همین دو پتروس بود و شاگردانش واسه که می‌خواستن برن تو معبد و اینجا می‌بینید در اعمال رسول باب 3 آیه 6 میگه که زمانی که پتروس میرفت و اونجا یه مردی دیدید که نمیدونم پنجاه سال فلج اونجا جلوی هیکل جای ایستاده چیز نشسته بود هر صبح این خانواده شو یا دوستاش می بردن اونجا جلوی هیکل اونجا می که پول جمع کنه شبا میآمدن اینو این می داشتن دوباره می خونه هر روز این کار او این بود چون فرج بود بعد از این ایسای مسیح الان نه ایسای مسیح بلکه می بینیم که پتروس میاد و اونجا نگاه می‌کنه به این مردی که فرج این فرج هم همینطور گدایی می‌کرد و نگاه می به چشماش چشمای این و میگه که من طلا و نقره ندارم اما آنچه دارم به تو میدهم به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور میدم بلند شو و راه برو این میشه اقتدار به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور میدم جای عیسی مسیح رو گرفته آنگاه پتروز دست راست رو گرفت و او را از زمین بلند کرد فر... فورا پاها و چی؟ بوزه که پا... پاهای او قوت گرفت و از جا پرید روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد از این میشه اقتدار کدوم قدرتی بود که این مرد رو بالا بلند کرد چون ایسا روی تخت نشسته و سلطنت میکنه و این قدرت رول رو آتش رو به شاگردای خودش داد به این خاطر به این میگن شهادت نگفته به اسم من الان چون من دعای خوبی میکنم خدمت های زیادی میکنم نمیدونم هزار تا کارایی میکنم نه میگه چیزی ندارم به تو بدم نه پول دارم طلا دارم نقره دارم حکمت دارم نرفتم دانشگاه علایت فقط بخونم نمیدونم هزار تا تعلیم های آماده کنم موعظه کنم هزار تا چیزای انجام بدم نه یه چیزی دارم به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور میدم من اقتدار رو گرفتم از خداوند و اینو الان انجام میدم ما در یک زمانی زندگی می کنیم عزیزان که خدا می از تک تک ما این قهرمان ها رو بسازه گوش می کنی؟ مثلا اشتیاق داری؟ بعد اینم یک ربطی نداره که مثلا بگم که آیا خدا من الان بیا این اقتدار رو به من بده که بتونم این کار رو انجام بده آتش رو به من بده ما باید قلب برای انسان داشته باشیم ما باید این اقتدار و این قدرت این آتش رو خداوند به ما میبخشه که به انسان خدمت کنیم عیسی مسیح آسمان رو ترک کرده انسان دوستی او بود که آمد اینجا و شروع کرد به انسان خدمت بکنه نه اینطوری بگه که ببین چه کارهایی من میکنم چه معجزه هایی میکنم یا چه چه معجزه هایی میکنم این انسان دوستی ما باید خداوند این آتش رو این اشتیاق رو میبخشه که بتونیم به انسان کمک کنیم این مرد فلج رو بلند کنیم و زنده کنیم مطمئن هستم این مرد ایمان به عیسی مسیح آورد نجات پیدا کرد به این خاطر این اشتیاق باید در ما قرار بگیره که ما خداوند اینو میخوام نه برای خودم که بتونم یک پادشاهی خودم بسازم بلکه بتونم به این دنیا خدمت کنم و من باور میکنم عزیزان در این زمان آخر خدا وعده داده که این اقتدار رو دوباره روشن خواهد کرد این باران آخر خواهد آمد فقط خداوند دنبال قلب هایی هستند که نه فقط دنبال خدمت و دم... دور خودش میچرخن و رو ارضا میکنن به خدمت کردن نه افرادی که سرس پرده هستن قلبشون آماده کردن میگن که خودمان من من میخوام من میخوام دریافت کنم من میخوام شاهد تو در این دنیا باشم شاهد که افراد در زندگی من ببینن که روی تخت نشستی و سلطنت میکنی و تمام قدرت در آسمون در زمین به تو داده شده این باید دنیا بدونه تمام فرقه ها تمام دینها هیچ چیزی ندارن جز کلام اسلام فقط کلامه هر چقدر دروغه کلامه تمام فرقه ها کلامن تو باید این کارو بکنی اینو کنی این نکنی در مسیحیت قدرته چون روح القدس آمد چون عیسی مسیح قدرت شیطان رو شکوند. این تفاوتش اینه و زمانی که عیسی مسیح خدمت خودش رو شروع کرد با این آیه شروع کرد که در اشای نبی باب که و با 61 اینجا میگه که, که روح خداوند یهوه بر من هست زیرا خداوند مرا مس کرده هست تا بتونم زندگی خوبی در این دنیا انجام بدم درسته؟ تا بتونم موجزه های زیادی انجام بدم تا مسکینان رو بشارت دهم و من را فرستاده تا شکست دلان را احتیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و جمعی ماتمران را تسلی بخشم تا قرار دهم ده برای ماتمیان سعیون به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی به عوض نوهگری و ردای تسبیح را به جای کدورت مست رو گرفته که شروع کنه به خدمت کردن مس برای تو نیست مس آتش برای دنیاست به شرطی که ما بخوایم زمانی که خداوند به ما این آتش رو اشتیار رو میبخشه معمولا میتونم بگم ما،, ما مثل این که ما جای خدا رو جای عیسی مسیح رو در این دنیا قرار میگیریم و اینجاست که خودش هم در مطابق به دعوی هشت میگه که هنگامی که میروید این پیام رو موعظه کنید و پادشاهی آسمون رو به شما بگین پادشاهی آسمون نستیک شده است بیمارا رو شفا دهید مردگان رو زنده کنید جزامی ها رو پاک سازید دیوها رو بیرون کنید برای به رایگان یافتید به رایگان هم بدهید رول قدوس رو آتش رول قدوس خداوند به ما مجانی میده تنها قلبمون باید آماده باشه و بگین خداوند من, من دنبال این هستم من بعضی وقت میتونم بگم واقعا از زندگی کردن در این دنیا خسته شدم خسته شدم دنبال این چیزای دنیای دنیای چیزای با دنی واقعا میتونم بگم اونقدر دیگه خسته کننده و بعضی وقت لنگ هست یا بعد خدا ما رو خوانده با این به وسیله این این روح این آتش روح القدس یک زندگی موافق و طبیعی بکنیم موافق طبیعی یعنی کارهایی که انسان نمیتونه خودت نمیتونی بکنی اونجاست که خدا شروع میکنه به انجام دادن به این خاطر زمانی که ما این دید رو داریم و زمانی که نمیخوایم بیایم جلو و میگیم یا روح القدس بیا ما رو پر کن آتش تو رو میتلبم بلکه ما میتونیم بیایم و دعا کنیم که خداوند این اشتیار رو در من اول به وجود بیاد برای برای دنیا که بتونیم در این دنیا بتونم از نماینده تو باشم و مطمئن باشین عزیزان زمانی که تو این قدم رو بر میدارین خدا شروع میکنه مشکلهای تو رو حل کردن چون خود در کار او هستی اونم در کار خودش شروع میکنه اه 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 چیز کردن عمل کردن به این خاطر خدا امروزم دوباره این آیه رو که میخونم من آمدم تا آتشی در قلب تو افروزم یا میتونین در رو به من نخواهش میکنم من آمدم تا آتشی در قلب تو برادر خاره عزیز عیسی مسیح میگه افروزم چقدر،, چقدر آرزو دارم تو اینو قبول کنی ورداری چقدر آرزو دارم من میخوام به تو کمک کنم من میخوام تو رو آزاد کنم از خودت از وابستگی ها و میخوام واقعا یک شاهدی بسازم از زندگی تو سخت خواهد شد مشکل های به وجود خواهند آمد توفان های آمد که هیچ کنترلی نخواهی داشت فقط این آتش از تو یک مردی زنی میسازه که بتونی روی همه چیز غلبی بیابی میگم زندگی ماجر جویانه هست دردم هست چون نگاه میکنی به انسان و میبینی بی تفاوتیشون دردم هست که نگاه میکنم اون دردی هست که عیسی مسیح خودشم داشت فقط اینجاست که روح القدس هم همینطور که اشتیار رو به ما میبخشه همینطور هم پشتش تسلی خودشه این تسلی تو رو دائما وفادار نگه میداره این پیام امروز بود عزیزان ما میتونیم الان میخوایم واقعا به شما خدمت کنیم عزیزان چون احساس خیلی قوی کردیم با نسینم که ما دوست داریم به شما خدمت کنیم دوست داریم نمیدم چقدر خداوند با قلب تو صحبت کرده دنبال این هم نیستیم که الان قهرمان ها بیان جلو دنبال این هستیم که همینطور که هستین همینطور که میگه خداوند واقعاً شاید افرادی از همینجا میگه خسته شدن از زندگی خودت چون اونقدر دور خودت چرخیدی چرخیدی همه کار رو سعی کردی با قدرت خودت انجام بدی دیگه خسته شدی خدا من میگه که تفاوت من همون اشتیاق رو یا آتش رو قدسه و باور کن زمانی که با قلبی با نیازی با, با انگیزه درستی بیا اینجا نه خودخواهانه خدا تو رو خیلی جدی میگیره حتی میتونی بگی خدا من, من از نه از نه قلبی دارم برای این دنیا نه قلبی دارم برای انسان نه انسان رو دوست دارم الان از انسان خسته شدم حتی با صداقت بیا میگه خدا من پس یه چیزی رو در من روشن کن و باور کن چقدر آرزو دارم اینو در تو روشن کنم خدا من میگه و همینطورم برال نمیدم چه چطور خداوند امروز با قلبتون صحبت کرد الان اشتیاقی برای شاید خدمت اینطوری نداری بگی خداوند ما بیا به من این اشتیاق رو به من ببخش من میخوام شریک دو باشم یا شاید هم خیلی خدمت هایی میکردی به هیچ نتیجه ای نرسیدی شاید زندگی خودت رو خدمت های خودت بنا کردی فقط هیچ قدرتی اونجا دیده نمیشه بتونی بگی خداوند بیا میخوام از اول شروع کنم خدا باید تو دوباره یک شانسی دیگه دوباره میده میگه که اب نداره اب نداره ده بار شکست خوردی به ایست. من هستم نه امید نباش خدا شما رو شرمنده نگه نمیده زمانی که میای جلو و این دعا رو میکنی با صداقت کوچکترین چیز رو خدا اینو جدی میگیره چون اشتیاقشه من آمدم تا آتش رو در قلب این پسرها و دخترهای ما رو افروزم و چه میخوام اگر الان در گرفته باشه آمین با هم دعا کنیم بعد از این یک سرود پرستشی و بعد از این دعوت میکنیم خودمون میتونیم الان چشمون رو ببندیم نمیدم چقدر در کدوم قسمت ها خدا با قلب تو صحبت کرده کجا قرار گرفتی میگم شاید واقعا یک سال نه ملاقاتی با خدا داشتی احساس میکنی خاموش شدی حتی خدا من میگه که من فیتیله نیمسوز رو فوت نمی کنم این فیتیله نیمسوز رو ببیار خدا میتونه روشن کنه مرسی خداوند مرسی خداوند که دائما به ما این فرصت رو میدی که بتونیم خداوند خودمون رو تازه کنیم یا بیشتر اجازه بدیم تو ما رو تازه کنی خداوند چیزی نداریم تو میدونی هر چیزی هم از ماست خداوند موقتیه و آخر به شکست میرسه ای عیسی مسیح ما باور میکنیم و میدونیم که در روی تخت نشستی و سلطنت میکنیم هم با آن با شادی امروز پادشاهی تو رو اعلام کردیم سرود خوندیم نام تو که فوق از نام هاست اعلام کردیم الانم خداوند با فروتنی آمدیم به حضور تو و با قلب حتی شکسته آمدیم پیش تو قلب خالی و منتظری از این این هستیم که اراده آرزو تو که تو میخوایی در ما افروزی این آتش تو رو الان بیای خداوند تو قوم خودت رو میدونی خداوند از تک تک ما اطلاع داری تو الان بیایی خداوند قلب ما آماده هستن که دریافت کنیم خداوند میتونیم میتونیم گروه تکنیک یک موزیک رو یک پرستشی رو ملایم بذاریم هللویا خداوند میتونیم تا بسته باشه چی فکر میکنی روح خدا با تو چه صحبتی کرد آلالوی خداوند با. مرسی خداوند بیا روح قدس الان نوبت توست روح قدس هر چیزی که ما انسان تونستیم انجام بدیم انجام دادیم الان خوش اومد به تو میگیم روح قدس خوش اومد میگیم تو که در ما قدرت و این آتش و اشتیار رو به وجود میاری میخواییم این فرصت رو به تو بدیم آلیلویا خداوند بیا خوش اومد به تو میگیم خوش اومد به تو میگیم ای منجیمون آلیلویا بیا امروز با یک مس مثل همون کبوتری که آمدی روی خداوند عیسی مسیح همینطور که این آتشی که روی شاگردای تو آمدی و ایشان رو روشن کردی امروز هم همین رو میخوایم. با ایمان باور میکنیم اینجا هستیم منو دعوت میکنم اگه خدا با قلب تو صحبت کرده اگه میخوایی این آرزو عیسی مسیح در تو قرار بگیره میتونی بیا این جلو میتونی بیا این جلو و ما میمیم همینطور برای تک تکش ما دعا میکنیم هر نیازی هر چیزی که هست خداوند هیچ موقع شرمنده نگه داره دعوت میکنیم